اینها به واسطه اون باورهایی در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی سه‌شنبه 4 مهر ماه با برنامه بازشناسی باورها، ایمان سلیمانی امیری با عرض درود، سلام و احترام خدمت یکایک که شما بینندگان گرامی. پیرو برنامه گذشته از کارل ریمون پوپر استفاده کردیم برای فهم بسیاری از باورهای خودم. جهان سگانه پوپری رو تشریح کردیم و ذیل معقولات، یعنی آنچه که برایند و محصول تضارب عین و ذهن هست و سبب میشه ما انسان ها در پیرامون خودمون معقولاتی بسازیم در حوزه اخلاق، فلسفه، حقوق، هنر، ادبیات، سیاست. و به آنجا رسیدیم که نشان دادیم در جهان تشیع چگونه یک مذهب از حوادث و سیر تحولات اجتماعی متبلور میشه. امروز هم به این مسئله خواهیم پرداخت که برای ما روشن کنه اون چیزهایی رو که ما امروز مسلم، قطعی و یقینی میپنداریم واقعا چه اندازه از این قطعیت برخوردارن. متاسفانه فرهنگ ما به نحوی است که همیشه سعی شده باورهای خودمون رو مورد تشکیک قرار ندیم، مورد سوال قرار ندیم. یکی از معضلات روشنگران و یا روشنفکران، هرچند این دو متفاوت هست، در این نهفته است که این جماعت کسانی هستند که سعی می کنند مناسبات اجتماعی جامعه رو، مناسبات سیاسی جامعه رو، روابط اقتصادی جامعه رو و اصولا هر حوزه و ساحتی که به جامعه ضربه زده و موجب شده اون کشور یا جامعه به خوبی اداره نشه رو به نقد بکشن و به همین دلیل برای خودشون هم دشمن تراشیدن. اگر اندیشمند در حوزه علم نظر داده که با اندیشه های کلیسایی یا با اندیشه های دینی سر موافقت و سازگاری نداشته تکفیر شده، اگر در حوزه سیاست نظر داده که این روش زندگی سیاسی مطلوب نیست سرش بر دار کشیده شده. وقتی جامعه در حوزه های مختلف دچار مشکل در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی، در نهادهای سنتی، در قوانین و یک روشنفکر یا روشنگر بخواهد در تمام این جنبه ها نقدهای خودش رو داشته باشه، دشمنان بیشتری هم داره. علاوه بر اهل دیانت، اهل سیاست هم با او مخالفند. اندیشمندان حوزه های علمی هم با او مخالفند. آرای او را نمیپذیرند. البته در میزان این مخالفت شدت و ضعفه. وقتی یک روشن فکر در حوزه اقتصاد ممکنه نظری بدهد، خب یک عالم علم اقتصاد سلاح تکفیر در اختیار نداره یا قدرت سرکوب نظامی در اختیار نداره. در نهایت میتونه در کتابهای خودش اندیشه های اون روشنفکر یا روشنگر رو به نقد بکشه. اینو کسانی که صاحب قدرتن چه میکنن؟ شما سخنی بگید، نقدی داشته باشید بر قوانین الهی، این وقت میبینید اربابان دیانت در برابر شما مواضعی میگیرن، تکفیرتون میکنن، مبتد اعلامتون. در امر سیاسی نظر بدید، اگر موافق طبع حاکمان مستبد نباشه سر شما بردار میره. تاریخ ما مملو و مشهون از این کسانی است که سر بردار دادن به خاطر عقید. امروز هم وضعیت همینه. ایران ما به قدری درگیر جنبه های مختلفی از ادبار و بدبختی است که وقتی شما در این حوزه ها وارد نقد میشید همه علیه شما دشمن میشه. اهل دیانت یه طرف، اهل سیاست یه طرف،
اندیشمندان و رسانه ها و گروه های دیگه تن. دوستان شما، خانواده شما، همه تن. به همین دلیلی که در چنین فضایی اساساً نقد جوامعی مثل جامعه ما بسیار دشواره. البته کار پرخطر و ماندنی. نصف رو پی خواهیم گرفت با اینکه بحث بازشناسی باورهای ما به این مقوله میپردازد که چه اندازه باورهای خودمون رو قطعی و یقینی میدونیم. آیا برای اون دری باز متصور هستیم که از این خانه بیرون بیاییم، پنجره جدید باز کنیم، دری جدید باز کنیم به روی زندگی بهتر، یا اینکه نه، مجبوریم در همان خانه با همان ابزارها یه جوری سر کنیم؟ در برنامه پیشین به بحث تشیع پرداختیم. امروز هم یک مقوله از تشیع رو باز میکنیم، بعد به جهان مسیحیت میرسیم و بعد به بحث ورشکستگی و دلایل اون نسبت به عقاید و آرا. خب شما مثلا مقوله امام زمان رو در نظر بگیرید، چیزی که امروز در درون ایران کسانی که شیعه هستن باور دارن، اهل تسنن هم باور دارن، ولی شیعه‌ای که امروز در ایران هست معتقد است یک امام زمانی هست، فرزند حسن عسکری، روزی در 5 سالگی در سردابه سامرا مفقود شده و هنوز هم تشریف نیاوردن. هر روز جمعه هم دعا میکنن برای ظهور ایشون و هنوز هم 1200 سال هست که نیامده حدودن. پول که میآید بودی خودشه، ما هم صاحب تشخیص نیستیم از نظر یک مؤمن شیعه، فقط دعا بکنیم، استغاثه بکنیم به درگاه الهی که ایشان تشریف بیان. خب واقعا امام زمان چگونه به وجود میاد؟ آیا اندیشیدیم؟ یا به صرف اینکه پدرانمون معتقد بودند، به صرف اینکه سنت دینی ماست، به صرف اینکه خواندن دعای ندبه و اینها در نیمه شعبان جشنهایی که برقرار میشه زیباست باید باور کنیم؟ به صرف اینکه مردم کشور ما، مذهب رسمی ما، ولی فقیه ما، پادشاه ما به این معتقدند، ما باید باور کنیم؟ بازشناسی باورها در صدد همین هاست. فوکو در تعبیر روشنفکری یک مسئله رو بیان میکنه. یه روشنفکر کسی است که ابزارهای لازم رو برای اندیشیدن نسبت به بدیهی ترین اصول و اعتقادات و باورها در اختیار مردم قرار بده. ما به این میگیم روشنفکر. یک تعبیر دیگری هم از روشنفکری هست البته. ولی مقصود اینه که ما چند اندازه سعی کردیم این شجاعت رو داشته باشیم بریم در دل اعماق ببینیم این باورها چگونه به ما رسیده. مقوله امام زمان رو امروز خیلی خلاصه بحث میکنیم در موردش. یکی از مسائل، مسائل روانی است، مسائل احساسی است که در دو مقوله میل و پاسخ میگنجه. آی ملفورد اسپیرو معتقد بود این ادیان کارویژه هایی دارن و به برخی از نیازهای ما پاسخ میدن. یکیش نیاز به معرفت، یعنی میخوایم بشناسیم پیرامون ما چیه. ادیان اولیه بهش پاسخ میدادن، میگفتن این زلزله از کجا آمده، این جهان چگونه خلق شده، انسانها چگونه به وجود آمدن، در قالب داستانها اینها رو توضیح میداد، مردگان ما به کجا میرن، سرنوشت ما چه میشه. یک میل دیگر میل اقتصادی است. ادیان به اونها پاسخ میدادن، نظر و نیاز میکردیم که کسب و کارمون رونق پیدا کنه، صاحب فرزندان متعدد بشیم، به قدرت برسیم. و میل دیگر میل نمایشی است، چیزی که در اون مناسک مختلف شما میتونید ببینید انسانها رو جذب میکنه، حالاتی که به انسان آرامش میده. امروز هم همینه، ما امیالی داریم و نحوی پاسخ دادن ما به اون امیال خیلی مهمه. به عنوان مثال عرض میکنم، فرض کنید من این سلیمانی دچار مشکلات فکری هم، دغدغه های زیادی دارم و خودم میاندیشم چه بکنم. یکی از دوستان به من میگوید که خب دمی با مشروبات الکلی سر کن.
چون این مشروبات الکلی باعث میشه که تو از اون گرفتاری های ذهنی بیرون بیای. یک راه این. یک شخص دیگری من رو ارجاع میده به مواد مخدر که آقا مثلا به طبل بیاری، مهم نیست، حالا مواد مخدری استعمال بکن آروم میشی. آقای شهرتی عزیز به من پیشنهاد ورزش رو میکنه، برید یوگا انجام بدید، برید در یک محلی آرامش. اما خود من گاهی احساس میکنم که نه دیگه بس، انقدر گرفتاری ها زیاده که من دیگه تحمل ندارم، خودکشیم. همین ها پاسخ به اون نیازه. ما متفاوته. ممکنه انسانی رو ببینید غرق در گرفتاری هاست اما تلاش میکنه از اون گرفتاری ها بیرون میاد. اما یک انسانی رو میبینید در جهان غرب زندگی میکنه، هیچ گرفتاری هم نداره، مشکلاتش هم کمه، اما خودکشی میکنه. بنابراین نوع میل و پاسخ به اون بسیار مهم برای فهم بسیاری از باور. میل به جاودانگی به عنوان مثال، میل به جاودانگی چگونه بهش پاسخ میده انسان؟ یکیش فرزند آوریه. یعنی من میدونم 60 سال 70 سال زندگی میکنم و میمیرم، اما برای اینکه کمی آرامش خاطر پیدا کنم میگم خب فرزندان من زندن، اونها زندگی رو ادامه میدن، با اینکه من نیستم اما اونها هستن. شما دیدی در ادبیات ما داشتن پسر نشانه این بود که یک نسلی امتداد پیدا میکنه. اگه کسی پسر نداره ابتره، مثلا دنبوریده است دیگه، با رفتن او تمام میشه، نسلش منقرض میشه. خیلی ها مشتاق این بودن که فرزندان پسر بیارن، با اینکه خب دخترانی هم داشتن، ولی احساس میکردن نام اونها رو پسران زنده میکنه. یعنی نام سلیمانی امیری با پسرش زنده میشه، وگرنه با دخترش زنده نمیشه. عده‌ای به دنبال آب حیات بودن. شما در اسطوره ها و قصص گذشته نگاه بکنید میبینید افرادی که تمایل داشتن که میل زندگانی خودشون رو امتداد بدن، اونایی که قدرت داشتن مثل پادشاهان، پهلوانان، در اسطوره های ما هست، مامورانی رو میفرستادن شما بدی آب حیات پیدا کنید، یه گیاهی پیدا بکنید که ما بخوریم جاودانه بشیم. عده‌ای هم سعی کردن یک زندگی پس از مرگ برای ما بسازن که همین بحث معاد و بعد از اون بهشت و جهنم پاسخ به همین مسئله است که اگر ما انسانی باشیم او با مرگ همه چی تمام نمیشه، ما میریم در یک سرای دیگری، در اونجا از نعمات الهی بهره برداری میکنیم. در واقع ادیان از این سوء استفاده کردن، از این میل به جاودانگی، گفتن شما اگر بیایید خدای ما رو بپرستید، خدای ما رو قبول بکنید، اهل تقوا باشی، پرهیزگار باشی، بعد مرگ نمیمیرید، میرید نزد خدا. اگر در راه ما شهید بشید، کشته بشید، نمیمیرید، نزد خداتون روزی دارید. یک جهادگر میبینه که چقدر خوب، من با مرگ خودم میرم در یک جایی که نه سختی هستم، مشقت، به جای اینکه این خانوم خودم رو تحمل بکنم که هی سرم غور میزنه، میرم اونجا 72 تا حوری هم به من میدن، هرچی هم بگم گوش میدن، اینا رو نقاسم عوض میکنم، اون یکی رو با اون یکی، این یکی رو با اون یکی. سوء استفاده ادیان از امیال به همین نحوه. مسئله ثروت، همه انسان ها دوست دارن ثروتمند باشن. ما پاسخی که به این میل میدن چیه به نظر شما؟ یه عده میرن کار میکنن، میدونن طریقه کسب ثروت کار، یه عده دیگری میرن تحصیل میکنن، میگن من میرم درس بخونم و فلان، بعدا صاحب ثروت میشم. یه عده میرن دزدی میکنن، کلاهبرداری میکنن، میگن طریقه کسب ثروته، منتها از راه دیگری. انسان ها میسنجن بین این امیال و پاسخهاشون که کدومش رو انتخاب میکنن. یکی دیگر از امیال مسئله امنیته. همه ما دنبال امنیتی. نوع پاسخ چگونه است؟ گاهی امنیت رو در این میبینیم که به یک انسان قدرتمند پناه ببریم.
گاهی احساس میکنیم خودمون اصلا باید قدرتمند بشیم. گاهی قدرت رو در ثروت میبینیم، گاهی در دانش میبینیم. یکی دیگر از این امیال امیده، امید داشتن به آینده است. و از اینجاست که گروه های مختلف اجتماعی که در طول تاریخ در تبعیض و تضییع حقوق بودن دست به ساخت منجی زدن. یعنی که ما که امروز تعدادمون کمه، قدرت نداریم، زور نداریم، اما روزی از میان ما یک فرزندی به دنیا میاد ما رو نجات میده. شما در داستان موسی همین مسئله رو میبینید. قوم بنی اسرائیل از دست فرعون توسط یک کودکی که به آب انداخته میشه و اینها نجات پیدا میکنه. نام اسطوره ها قصه هاست، ولی میخواد نشان بده که مردمانی که تحت ستم هستن همیشه به دنبال یک امیدن و این امید به اونا معنا بخشی میده، تحمل درد و رنج رو. وگرنه اگر شما امیدی به آینده نداشته باشید، اون درد و رنج باعث میشه خودکشی بکنید، بمیرید. بگید خب چه فرقی میکنه، من میخوام 100 سال سرنوشت محتوم من، محکومیت به این نوع زیستن باشه، خب خودمو میکشم راحت میشم. اما اگر بگن نه، یکی از در میاد، این در روزی باز میشه، اون دردها و مشقتها رو تحمل میکن که اون در یه روزی باز بشه و آقا ظهور بکنه، موسی تشریف بیاره، عیسی به رحم بیاد و به زمین بیاد. مفهوم امام زمان در این راستا قابل بحث از نظر روانی. برای ملت رنج کشیده یک پاسخی است به نیاز اون. ما فقط مسئله روانشناختی نیست، این مسئله در درون فرق هم هست، یعنی مسائلی که در جامعه رخ میده اونا هم سبب میشه. یعنی در واقع چند مؤلفه کنار هم می نشینن یک اندیشه رو بارور میکنه. شما نزاع بین فرق مختلف اسلامی رو در کتابهاشون بخونید، به راحتی میتونید ببینید چگونه امام زمان ساخته شده اساسا. چون یک فرقه میخواسته حقانیت رو به خودش بده. ما امروز در ایران شیعه جعفری اثناعشری هستیم. بلکه به اشتباه میگن اثناعشری، در درستش اثناعشری است، 12 امامی. این شیعه از زمان جعفر صادق به عنوان رئیس این مذهب شناخته شده. یه نگاه بندازیم در مورد همین شخصیت، یعنی جعفر صادقی که نزدیک به 34 سال امامت کرد، در کودکی هم به امامت نرسید، 31 سالش بوده امام شد، 34 سال امامت کرد، شاگردان و پیروان زیادی هم داشت. زمانی که این شخص فوت میکنه که فرصت هم داشته جانشین تعیین کنه، پیروان خودش رو گمراه نکنه از این بابت که خب تجربه پیامبر اسلام رو داشتن که نزاع رخ داد بین ابوبکر و عمر و علی و دیگران. خب هر عقل سلیمی میدونه شما یک امامی که 34 سال هم فرصت داشتی امامت بکنی، جانشین خود رو تعیین کن. زمانی که ایشون فوت میکنه از دل پیروانش فرقه های مختلفی بیرون میاد. یه عده اساسا اومدن و گفتن که اصلا ما کسی رو نمیشناسیم به عنوان امام بعدی، که چهره شاخصشون زرارت ابن اعینه، خانواده اعین، برادران اعین خیلی معروفن، جزء شاگردان رده بالای جعفر صادق. زمانی که زراره در حال فوته میگه عمه اون قرآن رو بیار بذارن روی سینه، من امام بعدی رو نمیشناسم. حتی پسرش رو میفرسته به مدینه که تو برو ببین کی امام شد. که وقتی پسر میره و برمیگرده زراره دیگه فوت کرد. یعنی در طول 34 سال امامت این آقا حتی مشخص نبوده فرزندش کیه که بخواد امام باشه. فرزندان متعددی داشت ولی اون فرزندی که میخواست امام باشه مشخص. یک گروه به پسر اول او یعنی اسماعیل گرویدن، اسماعیلی که در زمان حیات پدر فوت کرده بود. گفتم خب او پسر اوله، درست فوت کرده اما او پسری داره، امامت به پسر دوم نمیرسه، به همون پسر اول میرسه، که شدن اسماعیلیه، که شما میدونید چقدر قدرت داشتن.
در تاریخ این سرزمین اسماعیلیه، بسیار قدرتمندن، چهره شاخصشون هم حداقل برای ما ایرانیان شناخته شده حسن صباه، هرچند بعدا شاخه شدن، تبدیل شدن بین نظاریه و مستعلویه و اینها، ولی اسماعیلیه پیروان اون شخصن، یعنی معتقد بودن که نه ما امامی داریم اما اسماعیل. گروه دیگری پیرو یکی دیگر از پسران جعفر صادق شدن به نام عبدالله افتح، که بینام گره فتحیه یا افتحیه، عمار ساباتی و عبدالله ابن بکیر و اینا همه پیروان اون هست. چجا شاخصی انا؟ نه، عمار ساباتی که از پیروان خیلی شاخص جعفر صادقه ولی امام رو نمیشنست. وقتی جعفر صادق فوت میکنه پیرو عبدالله افتح میشه، که عبدالله افتح مرده 3 ماه بعد فوت کرد، بودن 70 روز بعد یا 3 ماه فوت کرد. یک گروه دیگر پیرو موسی کاظم شدن، یعنی همین شیعیان 12 امامی که بعد از جعفر صادق معتقدند که موسی بن جعفر پدر همین امام هشتمی که در مشهده ایشون امام. یه دی دیگه ای اساسا رفتن به سراغ محمد دیباج، پسر دیگر جعفر صادق، که شدن سمیتیه یا سمیتیه. یه دی دیگه ای معتقد شدن که اصلا جعفر صادق خودش مهدیه، او ظهور میکنه، که اینا شدن ناووسیه، که پیروان اجلان ابن ناووس و عبدالله ابن ناووس هم. حالا ما شیعیان از کجا فهمیدیم که این شیعه حقه اثنا عشری اینقدر دقیق و قطعی بدون اندکی تشکیک مذهب درستی است؟ وقتی نگاه بکنید پیروان جعفر صادق که کنار او هستند 34 سال حالا کم یا بیش در محضر او تلمس کردند، امام بعدی رو نمیشناسند. اما صفویه بعدا تشخیص داد که این مذهب مذهب حق است. البته خب شیعه بودن از قبل هم بود، آل بویه و نمیدونم دیگران شیعه بودن، اما برخی زیدی بودن، برخی حالا 12 امامی بودن. ما از زمان صفویه که این مذهب رسمی شد، در موردش یک حقانیت ساخته شد، رو با شمشیر شاه اسماعیل گرفته تا دعوت علمای مختلف در زمان شاه طهماسب گرفته، آرام آرام برای ما یک شیعه‌ای ساختن که امروز براش آدم میکشیم، بگیم این مذهب حق است. ما پیروانی هستیم که به صلاح و رستگاری میرسیم. خب کسی نیست به اونها بگه عمو جان، عزیزم، پسرم، برادر من، در زمان خود جعفر صادق که رئیس این مذهبه، بعد فوت او بین پیروان نزدیک او اختلاف شد، حداقل 6-7 فرقه از دلش بیرون اومده، که من یکی که اونها رو عرض کردم، از زرارت ابن اعین که اصلا گفت من امامی ندارم، نمیشناسم، تا کسانی که ناووسیه شدن، یعنی معتقد شدن ایشون اصلا امام زمانه، یعنی یه امامتی بعدن وجود نداره که بخواد بیاد، ایشون خودش بعدن باز ظهور بکنه. این ما خیلی راحت میپذیریم. ما بهتر از اون زمان جعفر صادق تشخیص دادیم که موسی کاظم حق بشه، در حالی که میدونیم اینگونه نیست. اسماعیلیه برای خودش قدرتی داشت، حکومتی تشکیل داد، خودش رو بر حق میدونست. مردمی که به اسماعیلیه پایبند شده بودن خودشون رو حق میدونستن. پیروان عبدالله افتح بعدن امام زمان ساختن، یعنی برای فرزند نداشته عبدالله افتح یه پسری ساختن به نام محمد، و ادامه داشت اون داستان گرفتن خمس و مسائلی از این دست. یعنی این امام زمانی که ما الان داریم که فرزندی است برای حسن عسکری که شناخته شده نیست، نسخه ای بوده که یک زمانی افتعی ازش استفاده کرده بود، چون عبدالله 3 ماه بعد از فوت پدر مرد. حالا برخی نقل آوردن 70 روز، برخی آوردن 3 ماه، حالا فرض میکنیم مدت کمی بوده. خب اونا حیران شدن، گفتن خب چه باید بکنیم الان؟ ایشون که نه پسری داره نه هیچی، و امام بعدی که یکی آمد بزدر اون امام ساخت، گفت نه خیلی جوی پسری داره، درسته ما ندیدیم ولی یه پسری داره اسمش هم محمده، و تطبیقش دادن با نام پیامبر اسلام محمد ابن عبدالله. بعدها عثمان ابن سعید همین امام زمان فعلی ما رو ایشون از همین طریق ساخت، از اون نسخه بهره گرفت. البته مسائل مالی هم دخیل بود که حالا عرض خواهم کرد.
در کنار این دعوای فرقه ای بحث کسب و کار هم مطرح شد. یعنی جایی که شما نگاه میکنید از زمان موسی کاظم یک نظام وکالت سر و شکل میگیره. قبلش کم و بیش بود، اما از زمان موسی کاظم نظام وکالت شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی این ائمه افرادی رو تعیین میکردن که شما برید در جاهای مختلفی که حالا مردم نزدیک هستن به تشیع و شیعه رو دوست دارن، به اونها بگید آقا ما نماینده امام فلانی هستیم، اومدیم خمس مالتون رو به ما بدید، هرچی شما زحمت کشیدی یک پنجمش رو بدید به ما. مردم بیچاره هم خب فریب میخوردن، تو نمیسنجیدن که چرا من باید این حق رو بدم به تو، تو چیکاری اصلا؟ من میرم سر زمین کار میکنم، من میرم در کاروانهای مختلف، ماها در سفر و تجارت و برمیگردم با هزار مشکل، یک پنجم سودم رو بدم به تو که تو در مدینه نشستی و اونجا با کنیزکان و اینها خوش میگذرونی، به چه دلیل؟ کسی نمیپرسی. میدادن، این شیعیان میداد. گفتن آقا بفرم، بله شما پسر فاطمه هستی، ما بفرم، ما زحمت کشیدیم اما شما بفرم میل کن. این وکلا گاهی وقتی امامی فوت میکرد از دادن اون مال به امام بعدی خودداری میکردن، چون میدونستن این هم کاسبیه. حالا من یه دو نمونهشو بخونیم که جالبه. از دل این ندادن اموال به امام بعدی، امامای زمان به وجود می آمدن. امامی که غایب شده ولی برمیگرده. چرا این کارو میکردن وکلا؟ برای اینکه پولو به امام بعدی ندن. میگفتن ما وکیل باباتی، وکیل شما که نیستیم آقا. پدرت موسی کاظم به ما وکالت داده، ما این اموال رو میگیریم، باید به ایشون تحویل بدیم. حالا ایشون اگه فوت کرده نظر شماست، اما از نظر ما ایشون فوت نکرد، ایشون رفته و برمیگرد. حالا دقت کنید، شیخ صدوق که از بزرگترین و اعظم این علمای شیعه هست، یه کتابی داره به نام علل الشرایع، ما پیشتر هم از این چند فراز خواندیم، امروز هم چند فراز بخوانیم که از نظر متنی فرازن اما از نظر عقلی فرودن. این نشانه این است که واقعا ما درگیر چه داستانهایی شدیم و خودمون خبر نداریم. خب باب 171، سر پدید آمدن مسلک وقف بر حضرت موسی بن جعفر. یعنی موسی بن جعفر که فوت کرد، یه دیرو توقف کردن، گفتن ایشون امام زمانه، برمیگرد. حالا سببش چی بود؟ دلیلش چیه؟ مال. دقت بفرمایید. حالا راویان رو آورده، حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر از دنیا رفتن، در حالی که باقی نماند نزد وکلای حضرت مگر مال فراوان. همین سبب وقف و انکار آنها نسبت به موت آن جناب شد. یعنی گفت وکلاشون پول زیادی داشتن و دلیل اینکه اونها موت موسی بن جعفر رو منکر شدن همین ماله. حالا دقت کن، چه آن که نزد زیاد قندی 70,000 دینار و نزد علی ابن ابی حمزه 30,000 دینار بود. سپس یونس ابن عبدالرحمن میگوید وقتی امر را چنین دیده و حق مبین گشت، یعنی علی ابن موسی، یعنی امام هشتم ما، جانشین پدرش شد از نظر اون فرقه، به امر حضرت ابوالحسن الرضا و امامت آن بزرگوار واقف شدم، سخنرانی کرده و مردم را به طرف آن جناب خواندم. وقتی این خبر به سمع آن دو رسید، یعنی اون دو وکیلی که پول داشتن، زیاد قندی و اینا، علی ابن ابی حمزه بطائنی، خب مردم را به طرف آن جناب خواندم، وقتی این خبر به سمع آن دو رسید نزد من فرستاده و به من گفتند چه دایی بر این کار داری؟ حالا اون دو وکیل بهش گفتن که تو چیکاره ای اصلا دخالت کردی؟ چرا مردم رو به طرف علی ابن موسی رضا میخوای دعوت کنی؟ اگر مال میخواهی ما تو را از مال بی نیاز میگردانی.
و هر دو برای من 10,000 دینار ضمانت کرده و گفتند از این کار خودداری کن. یعنی بذار ما بگیم همون موسی کاظم امام زمانه، برمیگرد از این پولم یه بخشیشو به تو میدیم، مردم رو به طرف علی ابن موسی دعوت نکن. من از پیشنهاد آنها و اطاعتشان امتناع ورزیده و گفتم از ائمه صادقین علیه السلام روایت به ما رسیده که وقتی بدعتها ظاهر شد عالم باید علمش را ظاهر کند و الا نور ایمان از او سلب می شود. من جهاد در راه خدا را در هیچ حال رها نمی کنم. ایشان از من سخت ناراحت شده و عداوت من را به دل گرفتن. پس دیدید دو نفر از این وکلا به واسطه مال مدعی شدن که موسی کاظم امام زمانه. روایت دوم، و با همین اسناد از محمد ابن احمد ابن حماد نقل کرده که وی گفت یکی از وکلای حضرت موسی ابن جعفر عثمان ابن عیسی بود. این یکی دیگه از اون وکلاش بود. وی در مصر سکونت داشت و نزد او مال زیادی و 6 جاریه بود. یعنی یه عده‌ای علاوه بر اینکه مال میدادن کنیز هم میدادن که امام استفاده بفرمایید. 6 تا کنیز هم نزد این عثمان ابن عیسی بود. خب بعد از رحلت امام کاظم حضرت رضا علیه السلام نزد او فرستاده و اموال و کنیزها را مطالبه فرمودند. عثمان ابن عیسی طی نامه‌ای که به آن حضرت نوشت در آن مرحوم داشت که پدر شما از دنیا نرفته است. حضرت رضا در جواب نامش نوشتند پدرم از دنیا رفته و ما میراث او را تقسیم کردیم و اخبار دال بر موت آن جناب کلن صحیح و درست است. حالا داره توجیه میکنه که بابا مرده، اون کنیز و اینا رو بده به من. حالا اون عثمان ابن عیسی نمیخواست بده، دنبال بهانه بود. عثمان ابن عیسی نامی دیگر نوشت و در آن مرقوم نمود اگر پدرت فوت نکرده پس در این اموال و کنیزها حقی شما ندارید و اگر طبق گفتی شما ایشان از دنیا رفته است، چون به من امر نکرده این اموال را به شما سپرده و واگذار نمایم، لذا از سپردن آنها به شما معذور بوده و کنیزها را هم آزاد کرده و به ازدواج دادم. این کسانی هستند که مذهب وقف رو درست میکنن و گروه های دیگری که امام زمان میتراشن. داستان بخشیش مربوط به امواله. در جلد اول کتاب علل و شرایع باب 171 صفحه 757 و 759 ما رو بدانیم. ما امروز که داد سخن از مذهب حقه شیعه اثناعشری میدیم، در قانون اساسیمون می نویسیم که مذهب رسمی کشور است، حاکم کشور باید در ترویج آن کوشا باشد، یک بار هم شک کنیم که اساسا این مذهب از کجا آمده که این همه زندگی ما رو به این ادبار کشنده؟ در کدام قطع و یقین این همه اختلاف بین امامزادگان وجود داشته در اینکه امام کیست؟ بین فرزندان اونها وجود داشته که ما امام هستیم، بین پیروان اونها و گروه های مختلفی که خواندیم برایشون، کسانی که به خاطر طمع مال و چیزهای دیگر برای ما فرقه ساختن. همین امام زمانی هم که الان ما معتقدش هستیم، البته دوستان شیعه رو عرض میکنم، ما که سالهاست از این گذشتیم، ساخته و پرداخته عثمان ابن سعید، یکی از سرشاخه وکلا. وقتی حسن عسکری فوت میکنه، خب ایشون میبینه خب من چه بکنم، حالا برم به طرف جعفر، یعنی برادر او، گفت خب بیایم این راه رو ادامه بدیم، نمیشه که از این اموال به سادگی گذشت. بنابراین مدعی میشم که بله ایشون یه پسر 5 ساله داره به نام همین امام زمانی که الان میبینید و ما هیچ کس هم ندیده، فقط من دیدمش. یه درم شاهد آورد به عنوان وکلایی که همکار او بودن از خانواده حسن عسکری که 2 نفر رو شاهد گرفت که بله ما همه دیدیم که ایشون یه پسری داره، اما همه همکار هم بود. بعد گفتن رفته در
سردابهی در سامر رو دیگه هم پیداش نمیشه. یه 70 و اندی سالی اینجوری زندگی مردم رو در اختیار گرفتن، اموال مردم رو، بعدم دیگه سیمرید این دکان رو تخته کرد، گفت دیگه ایشون نمیاد. یعنی کسی نمیکه این ادعا رو نمیتونه داشته باشه که من نماینده او هستم. گذشت تا اینکه علمای ما این رو باز کردن دوباره از جهل مردم. این علمایی که بر جهل مردم، یعنی علمش رو در اون اندازه است که از جهل مردم سوء استفاده کنن، دوباره این دکان خمس رو باز کردن و توانستن در همون قالب اصولی اخباری که ما قبل گذشته عرض کردیم زندگی مردم بدارن. خب در جهان مسیحیت هم داستان ها همین نحوه، یعنی جایی که حالا در جهان مسیحیت هم این حقوق ویژه‌ای که کشیشان برای خودشون ساختن در زندگی عیسی وجود نداشته. عیسی یک شخصی حدودا 3 سال زندگی کرد و رفت و آنقدر فرصت نداشت حکومتی تشکیل بده، از مردم با اون وضع خاص بگیره. اما ببینید کشیشان مسیحی چه کردن در اینجا. من بد نمیبینم، به دلیل اینکه خیلی جالبه، نکات زیبایی داره که به دوران ما هم تا حدودی مربوطه. بخش هایی از رمان برادران کارامازوف نوشته داستایوفسکی که بخش کوچکی است، در مورد مفتش اعظم رو برای شما بخونیم ببینیم داستان به چه نحوی. داستان برمیگرده به گفتگوی ایوان و آلیوشا که او داره براش توضیح میده که من یک شعری گفتم و مطلبی گفتم. و حالا ادامه داستان برمیگرده به این که داستان در زمانی است در قرون وسطا در شهر سویل در اسپانیا. در آنجا یک کشیشی که در این داستان به نام مفتش اعظم نام برده میشه، دادگاه انگیزسیون را انداخته که مردم رو به خاطر عقایدشون میکشه اگر منطبق با عقیده خودش نباشه. دیدید این داستانهای دادگاه انگیزسیون خیلی معروفه، چه تعداد یهودیان، چه تعداد افرادی که متهم به جادو و انحراف شدن توسط همین کشیشان کشته شدن. چرا؟ چون معتقدن ما حقیم، مذهب ما حقه. حالا اصل داستانشون اگه نگاه بکنید، اون پیامبرشون نه حکومتی تشکیل داده نه دستوراتی از اون وجود داره، تازه خیلی هم ساده تر از اسلامه. شما در اسلام قرآن بین همه متفقه، یعنی تمام فرقه های اسلامی قرآن رو که کلام خدا میدونن. ما در جهان مسیحیت اینطور نیست. این 4 انجیلی که ما الان داریم بعدها توسط شورای نیقیه و جای دیگر به رسمیت شناخته شد، گفتن آقا بقیه آپوکریفن، درست نیستن، غلطن، جعلیان، اینا درستن، این 4 تا درستن. تاماس پین در عصر خیرات یه نکته میگه، میگه اگر اونا تشخیص میدادن که مثلا این انجیل مرقس مثلا خوب نیست، در واقع انجیل مارکوس هست، بهش میگن مرقس، این درست نیست، یه انجیل دیگه درسته، اون میشد حقیقت، این میشد کذب. در واقع تاماس پین یه نکته خیلی دقیقی میگه، میگه این کتابای مقدسی که ما دستمون گرفتیم و میخونیم درجه تقدسش رو خدا اعلام نکرده، بلکه یک آدمی آمده و به ما گفته که من تشخیص دادم این انجیل درسته. حالا اینکه تو در چه مقامی هستی که اینقدر با قطعیت میتونی تشخیص بدی که این درسته، جای خود داره. بعدا به این مسئله خواهیم پرداخت، اما بدون فوت وقت بریم ببینیم این بخشای این داستان زیباست. مفتش اعظم دستور میده که کسانی که بدعت دارن کشته بشن. در اون حال و هوا ایمان ذکر میکنه که ناگهان مسیح ظهور میکنه، یعنی مردم در دور میدان جمعن، دیروز عده‌ای رو کشتن، امروز مسیح ظهور میکنه، یه عده‌ای رو هم شفا میده در همان میدان جلوی چشم مردم و همه مردم میگن آها این مسیحه اومده، این همون اصل جنسه، اصل کاره، این خودش اومده. اما میخواد حال و هوای مردم رو به ما نشان بده که چطور به جای تبعیت از مسیح از کشیشه تبعیت میکنن و اون کشیشه داره چه قدرتی است. داستان امروز میشه تشبیه کرد بین آخوندها و امام زمان، یعنی اگه امام زمان هم ظهور بکنه معجزاتش رو هم نشون بده،
این آخوندها از همین ترفند استفاده میکنن، ترفند مفتش اعظم، به دلیل اینکه از قبل اون مناسبات رو چیدن. حالا ببینیم چه میگن. این داستان جالبه. مفتش اعظم دستور میده عیسی رو دستگیر کنه، میبرنش در زندان و میره پیش عیسی. حالا گفتگوی میان مفتش اعظم که از نظر مسیحیت دستن در کار این کاره، عمله این کاره، و اون بزرگشون عیسی هست، ببینید با عیسی چطور صحبت. فرازهایی از اون رو میخونیم، کلش خب خیلی طولانیست. مفتش از اون سوال میکنه، میگه چه کسی سوایان که اختیار نان و وجدان مردم را در کف دارد بر آنها حکومت میتواند کرد؟ میگه تو عیسی اومدی حکومت تشکیل ندادی رفتی، اما دینت پایدار نشد، مردم تن ندادن. اونی که میتونه حکومت بکنه بر مردم کسیه که نان مردم دستش باشه، وجدان مردم دستش باشه. یعنی به صرف 4 تا شعار دادن این دین خوبی نیست. با شمشیر دستت بگیری، نان دستت بگیری، به مردم بدی، مردم با عقیده صرف خشک و خالی حکومت دستو نمیدن. بنابراین داره به عیسی یادآوری میکنه که خطا کردی، کار درست رو ما کردیم. خب ما شمشیر قیصر را برگزیدیم و در این کار نه در راه تو که در پی او رفتیم. منظورش قیصره، چون میدونید عیسی گفته بود کار قیصر با قیصر، کار کشیش یا کلیسا با کلیسا. یعنی دین از سیاست جداست. بعدها جان لاک از همین تعابیر استفاده میکرد برای توجیه سکولاریسم در جهان مسیحیت، که عیسی چنین گفت. حالا ما در اسلام اینو نداریم، اسلام اساسا دین سیاسی است. اما کشیش داره بهش میگه که آقا تو برگشتی گفتی که کار قیصر با قیصر، کار کلیسا با کلیسا، اما ما اومدیم شمشیر قیصر رو گرفتیم، چون برای تشکیل حکومت و تن دادن مردم به دستورات ما نیاز به شمشیر بود. حالا ادامه میده مفتش اعظم، به راستی که متقاعدشان خواهیم کرد که تنها با واگذاشتن آزادیشان به ما و تنها از طریق اطاعت از ما به آزادی خواهند رسید. یعنی این ما هستیم که به اونها میگیم آزادی واقعی چیه. جورج اورول یک کتابی داره 1984، در اونجا به یک مسئله اشاره میکنه در مورد حکومت‌های توتالیتر، حکومت‌های استبدادی. میگه یه وزارتی دارن، حالا داستان رمانه ولی نشان میده که این تفکر که بتوانیم کلمات رو جابجا بکنیم، معانیش رو تغییر بدیم، چه اندازه مهمه برای در اختیار گرفتن مردم. میگه در این نظام ها یک وزارتی وجود داره به نام وزارت حقیقت. در اون وزارت، ببخشید، وزارت تحقیقات. در وزارت تحقیقات ما کلمات رو جابجا میکنیم، مهندسی میکنیم، معانیش رو عوض میکنیم، دایره لغاتش کم میکنیم. یعنی اون کارهایی که برای حکومت بر مردم به کار میاد. در اینجا کشیش داره میگه اصلا آزادی رو اون چیزی نبودی که تو به مردم گفتی، اون چیزی که ما به مردم میگیم، به اونا یاد میدیم آزادی یعنی بندگی برای ما، این عین آزادیه. در جهان اسلام هم همینو میگن آزادی یعنی تعلق دنیوی رو خودت رو آزاد بکن، رها بکن، فقط تسلیم خدا باش، این عین آزادیه. یعنی لفظ یکیست اما محتوا و مصادیقش کاملا متفاوت. بعد ادامه میده مفتش هست، و چون از ما نان دریافت خواهند کرد، آشکارا خواهند دید که نانی را که خود پخته اند از آنان میگیریم و به آنان پس میدهیم، و رازی هم در میان نیست، میبینند که سنگ را به نان بدل نمی کنیم. منظورش کنایه به عیساست که تو معجزات زیادی داشتی اما ما معجزه ندادیم، ما از یک راه دیگری مردم رو به انقیاد در آوردیم. تو با معجزه توانستی قدرت خودتو نشان بدی، ما با استفاده از این که نان مردم رو دستشون میگیریم
اما خودمون میدیم به دستشون. هیچ معجزه‌ای هم نمی‌کنیم، اما اونا وقتی میبینن نان رو از ما دریافت میکنن به ما تن میدن. یعنی معجزه‌ای که این کشیشان و آخوندها به کار میبرن همینه، از ما میدوستن یه بخشیشو به ما میدن، بعد میگن خب وفاداریتون رو نشون بدید، ما به شما نان دادیم، حالی که از ما گرفتن حالا دارن به ما برمیگردونن یه بخشیش رو. اما در حقیقت بیش از آن که به خاطر نان شکر بگذارند، از این خوشحالند که نان را از دست ما میگیرند. یعنی احساس میکنن که اگه ما نباشیم نون ندارن، ما نباشیم امنیت ندارن، ما نباشیم زندگی ندارن. آنها ارزش انقیاد کامل را نیک میدانند و تا روزی که انسان قدر این انقیاد را نشناسد شادمان نخواهد شد. مسئول این نادانی انسانها کیست؟ یعنی منظورش نادانی به بندگی. بگو چه کسی رمه را پراکند و هر کس را به راهی ناشناخته فرستاد. در واقع داره به عیسی کنایه میزنه، میگه تو رفتی تکلیف مردم مشخص نکردی، به اونها آزادی ندادی. آزادی یعنی که در بندگی بمونن، حالا تو رفتی بندگیشون رو بده ما. اما رمه بار دیگر گرده هم خواهد آمد و از نو طوق بندگی برگردن خواهد گذاشت و این بار این بندگی همیشگی خواهد. باور کنید اگه امام زمان اینها هم اگه ظهور بکنه، هرچند تخیلی است اما فرض میخوام عرض کنم، همین امام زمان رو میبرن در اون وزارت اطلاعات، اونجا دو تا آخوند میارن، حالا اگه جنتی تا اون موقع احتمالاً زنده است، میارنش به اضافه یکی دو نفر دیگه، میگن با چی برگشتی؟ 1200 سال نبودی، بودی سردابه اشغال تو کردی، حالا برگشتی برای چی؟ ما این مردم رو تحت انقیاد درآوردیم. همین صحنه داستانی که داستایوفسکی میگه رو شما بعدها از همین آخوندام خواهید دید. به همین دلیل هر کسی آمد و مدعی امام زمانی شد، ایرو بردن یا اعدامش کردن یا در زندان نگه داشتن. در ایران ما زندانیان زیادی رو داشتیم که اینها متهم بودن به ادعای نبوت امام زمانی. بابیا، بهایی ها، میبینید چکارهایی که میکنه. هر کسی مدعی یک مذهب و فرقی شد این کار کرد. امام زمانشون هم اگه ظهور بکنه این رو میبرن در اون زیرزمین های وزارت اطلاعات، همین صحبت های مفتش اعظم با عیسی مسیح رو با او هم خواهند کرد که با چی برگشتی. حالا دقیق بفهم، جالبه. شادکامی آرام و بی تکلفی را که برازنده مخلوقاتی ضعیف چون آنهاست ارزانیشان خواهیم کرد و از بیم و حراس به سان جوجگانی که گرد مرغ حلقه میزنند نزد ما حلقه خواهند زد و چشم به ما خواهند دوخت، مرعوب و مجذوب ما خواهند شد، از تیزهوشی و قدرتمان احساس غرور خواهند کرد. به ما که توانستیم چون این خیر گستردهی رمه سرکش را در بند کنیم میبالند، از خشم بر جانم بر از خشم ما بر جان میلرزند و ترس در ذهنشان لانه میکند و همواره به سان زنان و کودکان آماده اشک ریختنند، اما در این حال آمادند که به اشاره دست ما خنده و شادمانی و هلهله و سرودهای کودکانه را از سر بگیرن. میگه شادی و گریه و همیشون دست ماست، ما تعریف میکنیم که شاد باشید که گریه بکنید. دقیقا مثل ما میمونه دیگه. شما سال 57 نگاه بکنید، هرچی خمینی میگفت گریه میکردن، آدم میکشتن، جنایت میکردن، هیچ کس هم فکر نمیکرد که اصلا درسته غلطه. نه، چون همه اختیارات به اون امام راحل داده شده بود. بگه فرقی نمیکنه، تشخیص نمیتونیم بدیم آقا این امام نیست، جنایتکاره، دستور داره میده آقا مردم سرزمین ما بکشه. حالا گروه دیگری سی حزب دیگری است، مفتش داره میگه آقا ما هستیم که به اونا میگیم چطور شادی بکنید، کی شادی بکنید، کی گریه بکنید. حالا ادامه میده و ما را به سان منجیانی خواهند ستود که در درگاه خداوند بار گناهشان را به دوش گرفتند، هیچ رازی را از ما پنهان نخواهند کرد. دیدید میرن نزد یک کشیشی اعتراف میکنن این مسیحیان متمدن که آقا تو واسطه بشو خدا ما رو ببخش.
تقریبا همین شکل ما هم در ایران داریم، حالا در امامزاده هاست. مثلا کسی چیزی میخواد، مریضی داره، کسب و کارش رونق نداره، صاحب پسر نمیشه، دختری که شوهر نمیکنه، پسری که بهش زن نمیدن، میره یه امامزاده یه اونجا واسطه بشه که یه چیزی به ما بده. نزدیکی یا دوری از زنان و معشوقانشان، فرزند داشتن یا نداشتنشان، همه در دست ما خواهد بود. حالا اونا امامزاده ندارن، کشیشا این کارو میکنن، ما هم امامزاده هم داریم، حالا آخوندهای هم مثلا متولی اونجان، فرقی نمیکنه. پیش آخوند ری شهری بری یا عبدالعظیم حسنی بری، چون اونجا هم مال این آقاست. پیش واعظ طبسی بری یا پیش امام رضا بری، چون اون پولی هم که تو بقعه ذریح و جاهای مختلف امام رضا میندازی میرسه بعدا به آقای واعظ طبسی و ولی فقیه. حالا اونا امامزاده ندارن، اینا دارن. منظورش اینه که همه چیز پیش ما میاد. و آنان با خاطری خوش و دلی شادمان تصمیمات ما را گردن خواهند گذاشت. در داورترین رازهای ذهن خود را بی استثناء پیش ما خواهند آورد و برای یک یک آنها پاسخی خواهیم داشت. به همه چیزشون پاسخ میدیم ما. با طیب خاطر پاسخهای ما را خواهند پذیرفت. این چون چرا هم نمی کنند. زیرا آنان را از اضطراب عظیم و عذاب وحشتناکی که امروز حاصل انتخاب آزاده است وا می رهانند. یعنی ما هستیم که به اونها میگیم مسئولیت همه چیز رو بدید به ما. ما جاتون فکر میکنیم، ما جاتون تصمیم میگیریم. به امام باور داشته باشید، نظر ولی فقیه رو بپذیرید. ایشون خیلی رهبر معظم انقلاب، رهبر داهی انقلاب، او خیلی بلده، رهبر فرزانه، اون سیاستاش مملکت رو به این ادبار کشونده. باز یک ادهی فکر میکنن که ایشون یه چیزایی بلده که ما بلد نیستیم. داستان زیاده. با توجه به اینکه وقت برنامه به اتمام رسیده، سعی میکنیم از این مسائل مطرح کنیم که کمی ما رو به فکر وادار بکنه که چگونه دستمایه باورهایی شدیم که اسباب مزاحمت ما شد. سپاسگزارم تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز و یکایک بزرگواران. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشم، موفق و پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف